از روی پا بازیکن‌ها رو حدس بزن. هر سری بهمون 3 تا پا نشون داده میشه که یکی از این پاها برای یک بازیکن خفنه و 2 تا بازیکن دیگه بازیکن‌های کاملا دریوریان. پس ما با هوش و دقتی که داریم باید توی 7 ثانیه بازیکن خفن رو حدس بزنیم و بیاریمش توی ترکیب. اما اگه بازیکن رو غلط حدس بزنیم، احتمال باختمون مقابل سخت‌ترین حریفای دنیا زیاد میشه. آقا بازیکن اول، ببین 2 تا بازیکن چپ و راستی، من راستیه رو خدای شک ندارم، ولی فکر می‌کنم اون بازیکن مکزیکیه باشه. اسمش چی بود؟ اون بازیکن مکزیکین اونم واقعا ناپولی نبودش. چپیه شک دارم که امباپه باشه، به خاطر اینکه زانوش هم سیاهه، ولی امباپه پاهاش بزرگتر و درازتره. اما به نظرم وسطیه یه بازیکن کلاسیک میخوره و از کفشهاش هم مشخصه به نظر من وسطیه، به خاطر زانو تیره هم که داره 100% روماریوه. این لوگوی برزیله؟ اگه باشه که 100% روماریوه. روماریو رو انتخاب میکنم. چشامو میبندم. کیه 100% روماریوه. تمام میکنه کارو روماریو. اون دوتا هم خوب بودن ها. پس روماریو به عنوان کاپیتان تیم وارد ترکیب شد. اوه سخت شد. این چقدر سخته. هیچ کدومشون رو نمیشناسم. به چپیه شک دارم، به خاطر جوراب قرمز شاید آرسنال سالیبا باشه. این راستیه چرا جورابش اینجوریه آجی؟ اصلا انگار تنیس بازه. وای خیلی سخته. ببین راستیه که اصلا تو دیوار راستیه عمرن باشه یه بازیکن خفن، ولی ببین وقتی که جورابای اینجوری خط داره اینجوری، اینا جورابای قدیمیه. این وسطیه فکر کنم بازیکن کلاسیکه. وسطیو انتخاب میکنم. وای چیه تو رو خدا اشتباه نگفته باشم. برم نمیشه اون پویول بود بابا. این خب عکس بازیکنش رو داشتی، عکس تمرین گذاشتی، خب سخته اون. این کیفیت کی بود از ما انتخاب کردیم؟ پس این بازیکن دریوری کنار روماریو وارد ترکیب شد. این آخه نه آقا خوبه، استعداد فورواردی حداقل داره. صبر کن ببین اینو میگم. خودت و سرویسون چرا هانی چرا این عکس رو گذاشتی بابا؟ اون راستی‌ها رو خب مثل اینا بذار. یکی که پی اس جی، اون یکی من سیتی. توی بازیکن‌های خفنمون ما بازیکنی از من سیتی دیگه نداریم که دوغلش بزرگ باشه. حالا دوغلش بزرگ نیست. این هیچ. ببین وسطی هم ما یه بازیکن خفن امباپه داریم که وسطی نیست، دوغلش انقدر بزرگ نیست امباپه، مگر اینکه تلفیرش کش اومده باشه. من میگم راستی شاید درست سر بیاد مثل پویول. باورم نمیشه چقدر سخته. این روبن دیاز نبوده چی؟ شما چطوری نتونستم بگم؟ با مثلا مرتضی او چجوری چه لباسی اون پات کردی آخه؟ چه لباسیه این؟ از اونجایی که تا اونجای کار ریده بودیم مرتضی هم وارد زمین شد. اوه خیلی سخته. ببین چپیه بعید میدونم رونالدو باشه. چپیه خیلی بعیده که رونالدو باشه. راستی هم که اصلا نمیدونم، ولی وسطی لیورپوله. آه وسطی 100% الکساندر آرنولد، چون جوراماش هم اینجوری میکنه. مطمئنم اینو، به خدا اینو مطمئنم. الکساندر آرنولدو درست حدس میزنه بازیکن قدر. این پدرسگ چی مثل قوله؟ پس الکساندر آرنولد به عنوان بازیکن قدر دیگر وارد ترکیب شو. پنجمی راستیه که 100% اشرف حکیمیه. این هیچ، اشرف حکیمی میذاریم کنار در یک ثانیه تشخیص داد. میمونه وسطی و چپی. ببین این آدیداس یورو هم بازی کرده. این توپ یورو 2020 بازیکنی که آدیداس لباس زرد یورو هم بازی کرده باشه، این که رونالدو نیست حاجی. اینو نمیدونم اصلا تیمش چیه. ببین فقط بین این دوتاه، فقط بین این دوتاه. چیه که لباس کرم داشته باشه، جوراب کرم؟ اینو اصلا نمیتونم، اصلا این دوتا رو نمیتونم تشخیص بدم. اومده توپ گذاشته اینجا، مثلا میگه نگاه کن این توپ یوروه، ولی من میگم این حاجی این عضلاتش هم قوی تره. من میگم چپی، چون راست و وسط داشتیم تا حالا چپ نداشتیم، چپی رو من انتخاب میکنم. شو کانسلو بودود. وای بابا این جوراب دقیقا جوراب هشته باکی میپه دستگم همینه. هشته باکی می 81 داریم ما. بس یه بازی اون رو دری بری دوباره اومد تو ترکیب. بعدی بابا چرا همش پی اس جی پدستگ اینجا؟ خیلی به قرآن مجید سخته. وسطی مسیه دیگه، وسطی مسیه به قرآن مجید پدستگ جان مهدی شرط میبندم وسطی 100% مسیه، چون فقط مسیه که اینقدر شورتشو میاره پایی. مطمئنم اینو 100% مطمئنم. نرفته عکس اینتر میامی رو دانلود کنه، رفته عکس پاریزش رو دانلود کرده. هوش من داره ما رو اذیت میکنه. این هوش چه هوشی به من دادی؟ لیونل مسی وارد ترکیب میشه. اصلا لیونل مسی به عنوان بازیکن قدر وارد ترکیب شو. جا خدای لذت میبرم.
هفتمی سخت شد. سخت شد، خیلی هم سخت شد. ببین راستیه که رجوع را بشه نمیشه اینتر بازی کنه که تو اینتر بازی میکرده. اینم من اگر اشتباه نکنم این پرتغاله، شاید هم اشتباه بکنم، باید قدیمی هم هست، ولی این وسطیه رو نمیشناسم اصلا. نه احساس میکنم سمت راستی چالهان‌اوغلوئه که کلا تو بره تو آشغالا اصلا اون جوگزنامون هست بشه. این دوتا میمونن. بازی کنی که لباسش زرد باشه، یعنی جورابش زرد باشه و قوی داشته باشیم ما. یه ذره بذار برم بالا کمک بگیرم از زانوهاشون. یه ذره از زانوهاتون کمک بگیرم. تر شد اصلا، چون نمیتونم تشخیص بدم. راستیه واسه من هیچی اصلا. ولی وسطیه فکر کنم گلاتاسارایه. خدا کنه ایکاردیو زیاد نباشن این. برو بالاتر دیگه، بالاتر نرو. من چپی رو انتخاب میکنم. من نمیدونم چپی، اصلا هیچ کدومشون رو نمیتونم تشخیص بدم، ولی چپی رو انتخاب میکنم. باورم نمیشه پتر چک 102 رو تشخیص میده. گفتم این طرح جورام، این طرح جورام واسه قدیم، الان توی 3-4 سال اخیر این طرح جورام اصلا نیست. پس پدر چک میمونه یک بازیکن قدر وارد دروازه شد. بازیکن هشتم. اوه که نکته ای، چرا وسطی ها جورابش قدیمی میخوره؟ تو سمت چپی هم پدرسه قدیمی میخوره. سخت شد. راستی که اصلا هیچیش معلوم نیست. جان 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 جان، رو جورابش چی نمشته؟ پاریس آرسنال، آرسنال نوشته رو جورابش. ویارا نیستش. من احساس میکنم این زانوش هم تیره است. من میگم وسطی، اصلا از کیفیت کوالیتی عکس مشخصه. وای خدا، ویارا رو تشخیص میده. خوش 120 باشه همینه. پس ویارا به عنوان یک بازیکن قدری دیگر وارد هافک دفاعی شد. تا الان ترکیب خوبه، تا الان خدای ترکیب خوبه، واقعا عالی. اون دو تا دفاع وسط خوبم بگیری. نهمی. خب ایشون که پاش زده بیرون، شما تارگت من هستی که پات زده بیرون، شاید هالند باشی، چون پات به هالند میخوره. تو هالند یکم سفیدتره. ولی راستیه داداش امباپه است. راستیه یا حکیمیه یا امباپه. نمیتونم رنگ زانوشو ببینم. وسطی چی داره میگه اونجا؟ ببین من واقعا این ستا خیلی ببین وایسا به نظر بنده من پای هالند رو میشناسم. سمت چپیه به نظرم هالنده که این عکسش واسه نروژه. ولی راستی هم امباپه رو شک دارم. امیدوارم امباپه و هالند رو یه جا نداشته باشه. هانی راستیه خیلی امباپه میخوره، راستیه خیلی امباپه میخوره. امیدوارم این هالند باشه. آه وایسا عوض میکنم آقا، عوض میکنم. به خدا سمت چپی اصلا اتلتیکوه. راستی امباپه است. درست میگه و امباپه در میاد. خدا شکره. پس امباپه به عنوان بازیکن قدری دیگر وارد وینگر چپ شد. کلا سه تا بازیکن دیگه داریم. بازیکن دهمی AFC منظور آرسناله. اینورم که اینتره. اینتریا رو به ریزور. اون هیچی اصلا. ایشون هیچ. وسطی و چپی. فکر نمی‌کنم هالند باشه. به نظر بنده سمت چپی سالیبای آرسنال دفاع وسطه. من میگم سمت چپی آرسنال. وای بعد گفتم مگه میشه؟ چطوری من هالندو نگفتم؟ اون اصلا پاشین شکلی نبود، پاشین شکلی نبود. به درک بابا دفاع وسط نداریم. پس یه بازیکن داریم برای دیگر به جای هالند وارد ترکیب شو. چه جوری واسه وایس ها؟ واسه اولین بار من دارم میبینم یه بازیکن 83 دارم میارم تو 4 تا بوس شد. شد 87. جلال خدا. خدایا این دست توه ها. بازیکن 11ام. حاجی من منتظر ندویدم. ندوید کدوم گوریه؟ من ندویدو تو گزینه ها مگه نذاشته بودم؟ مگه نیافته بودم ندویدو بذار؟ چرا نیست با؟ این بی کدوم گوریه؟ برنده؟ نظر برو یه ذره بعد کمک کنی. من میگم وسطی سالیبای. نه من میگم ندوید تو گزینه ها نیست. ندوید راستیه؟ اگه ندوید راستی بود بذار بیارم حاجی. الان من کدومو دارم تشخیص میدم؟ من میگم راستی آقا. من میگم راستی، هر چی بود راستی رو برمی‌داره. ندوید هاورال 96 تشخیص داده میشه. اصلا ندوید هم اومد یه بازیکن قدر دیگر وارد ترکیب شد. بازیکن آخر واقعا بدون هیچ. بابا سالیبا چرا نی تو اینا؟ پاریس سن ژرمن گم شه. اصلا پاریس سن ژرمن بازیکن نداریم ما. رئال مادریده؟ رئالم حس میکنم. من میگم آقا من رئالو پاریس حدس میکنم میگم وسطی، چون اصلا اون دوتا واسه من هدف نیستن. بابا کاسمی رو چند سال هر حال مادرید رفته بود چیه لکسی شو گذاشتی؟ پس سگ برونو. پس برونو فرناندز به عنوان آخرین بازیکن وارد تعویضی ها شد. حالا با یک بشکن ترکیب درست میشه. حالا با تیم قدر که چیدیم به سمت اولین بازی در دیویژن یک میرویم. اوه رنگ که یک رو ورده باسم. اونم پرسپولیس برداشته. چی؟ طالقان حاجی ها رو ایرانیه دمت گرم. خیلی خوب حریفه
ایرانی اون ترکیبش چطوریه؟ اوه چرا ترکیبش انقدر اوورال حالت پایینه؟ اوه داره فیگور رو میاره به جای امباپه. خب من داره یه کارایی میکنه حالا متوجه میشم. اوه ترکیب رو عوض کرد. ما هم اشکیاییم حالا ما دیگه شروع کن آقای ایرانی از حالقان. اوه این چیه دیگه موفری؟ پس به روماریو تو پر میره به سمت چپ میرسونه حالا اونجا امباپه حرکت میکنه پاس میگیره امباپه میتونه شوت کنه. او نویر دروازه‌بان پاس که اینجا کاشته خوب میزنه بده مسی کیرو دو روماریو وایساده ارسال میکنی نمور یه هد ای کساب ارسال بعد انجام بشه ارسال روماریو پاسو بده بمیریم بابا پاسو زیبا به مسی لبه خد لیونل مسی حرکت میکنه حالا اونجا لیونل مسی لبه خد دیسنی توپشو نمیگیره اونجا به دیسنی یه دونه دریبل قشنگ میزنه آرنولد دوباره مسی زمینی بزن بره تو گل چه گلی میزنه اونجا او چه پاسی داد عمران به درجه که 102 اونجا گل نمیخوره که یه پاس قشنگ میخوای شما به اینجا بدی اگه اشتباه نکنم بعدش میخوای به اونجا بدی و ما نمیتونیم توپشو بگیریم یا نه جانم آقا ندوید چیکار داره میکنه اونجا کیسان میکنه چیکار داره میکنی ات پاتی بدن زیبا یه بدن زیبای دیگر نه بعد بذاری که به درسه نه من اگه جای تو بودم فیگور رو میذاشتم وسط امباپه رو میذاشتم چپ اوه ترکیبو بعد هجومی کرد جلو پس ما هم ترجیح دادیم که امباپه رو بذاریم نوک و سمت چپ برونو رو بیاریم آقا ندوید ارسال روماریو میتونه سر بزنه اونجا برونو فرناندز یعنی نه 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 اوف بگیرش بیرا اونوری ای مسی جان مسی شوت دفش کن بگیر ندوید بی جلوش ندوید نمودون از اونجا که همه بازیکن‌ها خسته شده بودن ترجیح دادش که یک پیکار ندوید رو بیاره عقب‌تر و دفاعی کنه و جای این به پاور روماریو رو عوض کرد وای چه گولی زد باریکل خدایی باریکل آی گل خوردیم دمش گرم خیلی قشنگ بازی کرد بازی و اول به فجیع‌ترین شکل در 4 دقیقه کامک خوردیم پس بدون امتیاز به سمت بازی دوم میرویم ترجیح داد دیگه این بار برونو فرناندز به هیچ عنوان تو نیاره و به همون ترکیب قبلی ادامه بده حریف بعدی دیویژن 4 هند 3000 خورده ای ترکیب حریف چرا 5 دفعه بازی میکنه یارو داره 5 دفعه هم بازی میکنه بعد دو تا دی ام اف هم گذاشته اون جلو حالا شروع بشه بعد اسکوری های زیبا رفتیم مسی زده حمله تک به تک میزنیم و گل اوله مسی بریم مسی خان امباپه خالی است پاس به امباپه میتونه پاس بده دیگه پاس تو مسی شوت مسی این چیکار نمیکنه این برمیگرده عقب مسی وای چه گلی زد دست سوخته من شادی گل نکردم باش دارم باش مسی رو بگی بابا خطریه از امباپه ایرون آمدم برای تو کن مساوی گلم مساوی شادی گل رو تا لحظه آخرش باید ببین شادی گل بنده رو تا لحظه آخرش باید نگاه بکنی تا ثانیه و صدم ثانیه آخرش مسی برگردون ندت برو بریم دیگه روماریو اینجا چیکار میکنه بده یکی دیگه بزنه بده نوید اون دارم فقط برسین آجی پاسو بده ای احمد پاسو بده واش روماریو را میندازه حالا تک به تک حالا اونجا امباپه رو را میندازیم و میزنیم و توی دروازه کامبکه تا ثانیه آخر شادی گل رو میبین وقتی معرفت به خری میدم خودت نمیخوای حالا ببین او مسی هالند 3-2 آقای کرالا اسکوری به شدت قشنگ حالا اونجا روماریو رفت که واسه تک به تک شدن با دروازه حریف روماریو نه بزن پاس بده همون پاس بده بزن بابا پا بزن بده این بر امباپه پات میده و بیرون نه بدن بعد گذاشتی کنر بابا ویل کن دیگه هیتو میستامیز امباپه بره جلو با اینکه گفته بود این کار رو نمی کنم ولی باز دوباره برونو رو ورد تو برونو پدستک بذاری من اعتماد میکنم به همه و
نباید این کارو بکنیم، ولی بسان درست اون پدر درست بسان. بزن بزن برس گل. ندو جان بگی تو پرو. واه. ای ریدی آرنالد. بده بره جان. روماریو چه پاسی میده اونجا. حالا به جلوتر میاد امباپه سمت راست روماریو و گل بعدی. روماریو میره واسه شوت زنی، پاسش به این طرف برونو. چه عجب. الان اگه من جای تو بودم انصراف میدادم همین الان. الان اگه جای تو بودم انصراف میدادم. من جای تو بودم همین الان انصراف میدادم. باریکلا با انصراف حریف بازی رو 5 بار هیچ بردیم. پس به سمت بازی سوم یعنی آخر میرویم. اما این بار ترکیبشو کاملا عوض کرد. دیویژن 1 7000 خورده ای. چی اسمش چی بود؟ از آرژانتین فلان CR7 فن. کسافت آرژانتینی بود CR7 فنی. ترکیب چیه؟ سایت دروهت. هت بزن. پتر بگیری یا پتر چک. آهان تیر دو خالیه. تیر دو برنو بزنید. شوت کن این باب هم بده این بر. شوت کن ندوت. آهان روماریو شوتش به تیر دوم و گله. ببین انصراف ندی یا خدا وکید انصراف نده. ولی از تک بازیکنهای تو رو نگاه کن. آقا بازیکنهای تو رو نگاه، بازیکنهای من رو نگاه. کامپوزیت صد و کجا بردی؟ بده گوشه. ارسال همون ارسال. مرسی. پدرسته چی دیری بیزد؟ او خطری شد. شوت کن همونو شوت. ندوت شوت. مسی بزن تیر دو. یه هد. له شدیم. تیر باده. انتقاد ها. با توپه نمیره. بگی بتا چک. بده امباپه. امباپه روماریو شوتو بزنی. اوش. بده مسی. جان لیونل آنکارا. مسی زدن. مسی رو دوستان بده بره. روماریو تک به تک میزنه شودشو. بوی برو دیگه روماریو. بده اون برو. ندوید بیا تو. ندوید شو در بزن. دیگه گله این بار. تجهیزات برونو رو بره بیرون و روماریو رو به جای مسی راست بازی بده. بده وسط. بده عقب. ندوید پاول. ندوید به وسط تر. شوت بعدی. تیر زمینی. نه هوایی. روماریو توی دروازه است. گل سوم. تا این دیگه انصراف بده خدا وکیلی. من جایی تو بودم واقعا انصراف میدادم. نداده چیمو پر رو این بی پدر. چی دریبلی زد؟ به جلو پتر. برو کلا پتر. دف کنید. دفش کن. تمام میشه. من آخرین بازی هم ما 3 امتیاز پشت سر میداریم. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما این دوتا ویدیو هم ببینید راجع به این فوتبال. دمتون گرم.